آقای ایبزاده سلام بر شما و تشکر از وقتتان. من حیث یکی از ناظرین روند انتخاباتی افغانستان، بررسی های شما از نتیجه کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در مدت یک ماه چی بوده؟ بسیار تشکر، سلام خدمت شما و همچنان بینندگان عزیز تلویزیونی شما. صادقانه باید گفت که در یک ماه گذشته ظاهرا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار بهتری را انجام داده. جلسات مشورت دهی، نظرخواهی و تیفا هم به نوبه خودش بیشتر از چند جلسه را به اونا داشته و پیشنهادات خودت کتبن به اونا ارائه کرده. این ظاهرا ما راضی هستیم از کاری که صورت گرفته در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، با این که چون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آخرین تلاش های است برای روند انتخابات در افغانستان، برای اعتماد سازی و برای دموکراسی افغانستان، اینا تلاش کردن مشروعیت مردمی را بتن به کارشان، اینا تلاش کردن همه نهادهای دستاندرکار را دخیل بسازن. اما هر آنچه که بسیار مهم است نتیجه کاری که اینا انجام دادن، که قرار است در این هفته یا هفته آینده، آغاز هفته آینده، نخستین بسته پیشنهادی خود اینا ارائه کنن برای مسئولین حکومتی، که خواست ما امروز تا یک کنفرانس همی بود. پیش از اینکه به نتیجه گیری از کارشان و یا هم نتیجه که قرار از هفته آینده به سران حکومت وحدت ملی کمیسیون ویژه پیشکش بکنه برسیم، شما از موجودیت اختلافات درونی در بین اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم صحبت کردین و سخن گفتین. اصل کشیدگی بین اعضای کمیسیون در اصل در کجا هست و سرچشمه از کجا میگیره؟ بازم تاکید میکنیم با این که ما شاید انکشافات در یک ماه گذشته در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بودیم، ولی هنوز اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به یک تصمیم واحد برای بسته پیشنهادی نرسیدن. اختلاف دیدگاه ها وجود داره بین افراد و هنوز هم مطمئن نیستن که چه مسائل شامل بسته پیشنهادی بسازن. معلوم میشه که تلاش های صورت گرفته از آدرس حکومت و به یک نوع مداخله صورت گرفته تا ای که او تصمیم واحد شکل نگره و شاید هم دشواری های خدا اونا داشته باشن. آقای ایبزاده، خواست ما همی بوده که اگر ممکن باشه اینا توجه کنن. با معذرت، شما میگین که تو معلوم میشه که حکومت تلاش کرده تا تصمیم گیری واحد در کمیسیون ویژه ایجاد نشه. آیا من درست شنیدم؟ چرا حکومت این کار را باید کرده باشه؟ و وقتی شما حکومت میگین، کدام حکومت، کی؟ خب نادیده نباید گرفت که افرادی که معرفی شده در کمیسیون مربوط به دو تیم سیاسی در حکومت وحدت ملی میشه. اینا وقتی که افراد معرفی میکنن حتما سلیقه های خود دارن و تلاش صورت گرفته که به یک نحوی هر کدام به طرف سلیقش بیندیشه. اما برخورد صادقانه ای که ظاهرا اعضای کمیسیون داشت با ما همکار بود و ما با اونا همکاری کردیم در مسائل تکنیکیش و تجارب تکنیکی خود با اونا شریک کردیم، برعکس بود آنچه که ما در ظاهر میبینیم و آنچه که ممکن در باطن صورت میگیره. ما هم نگران وضعیت هستیم که به یک نحوی تانوس نتونسته کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تمام اعضایش به یک تصمیم واحد برسه و اون رو جزء از بسته پیشنهادی بسازه. این ما نگران این وضعیت هستیم که به یک نحوی فشارها و تلاشهای از آدرس سیاسیون صورت گرفته در این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که اینا هنوز نتونستن به یک تصمیم واحد برسن. شما از همکاری ها و اشتراک در جلسات این کمیسیون هم صحبت میکنین، آیا شما پیشنهاداتی را که ممکن کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی با رهبری حکومت افغانستان ارائه بکنه که شما گفتین در هفته جاری، شما خودتان تا کنون این پیشنهادها را دیدین؟ اگر بله، چه موارد امیدوار کننده و یا هم درشت را در بینش یکی یا دو تا را مشخص کرده میتونین؟ بس اصلی همینجاست که ما هنوز با ما شریک نشده و خواست ما میگه که قبل از اینکه به حکومت فرستاده میشه با ما یک بار شریک کنن، به خاطر مسائل تکنیکیش که متاسفانه شریک نمیکنن. تا هنوز برای ما چیزی گفته نشده و برای حکومت میفرستن و ما نگران از این هستیم که در یک ماه گذشته بیشتر ما تلاش کردیم و تلاش صورت گرفت که مسئولیت مردمی داده شود به این حرکت و دیگه اینکه یک نوع اعتماد سازی صادقانه صورت گرفت. اگر اینا پیشنهادات مردم یا نیازمندی های پروسه را در بسته پیشنهادی خود در نظر نگیرن، یک مشکل بسیار بزرگ خواهد بود برای انتخابات افغانستان و برای اعتماد سازی مردم و برای اینکه حداقل پروسه اصلاح شه. ما نگران وضعیت هستیم و امیدواری است که اگر کمیسیون واقعا بتونه از پیشنهادات ما استفاده کنه برای بسته پیشنهادیش. حالا پیشداوری نمیکنیم در مورد کار کمیسیون و در مورد نتیجه کار کمیسیون و تلاش امروزی ما می بود که یک بار دیگر تاکید کنیم برای پیشنهادات ما که باید شامل بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شه و اگر واقعا
باشن، اراده برای تقویت روان در این کمیسیون وجود داشته باشه و ما نگران از این هستیم که اگر اراده نباشه باز بعدن برگزاری انتخابات ناممکن خواهد بود اگر قرار باشه اعضای کمیسیون مطابق گرایشات سیاسی خود نسبت به مسائل تکنیکی برای پروسه اصلاحات انتخاباتی عمل کنند. آقای ایبزاده تشکر از وقتتون، روز خوش داشته باشید.